آقا مشالا یه نفر تو کرمان الان 70 خورده سالشه، آقا مشالا یه سفره بنداز کرمانه. این آقا 18 شب سفره میندازه تو کرمان، تو شهر کرمان. سفره هاشم شاهانه است، یعنی هر چی غذای سلطنتی هست توی سفره هست. قیم و قرمه نه، غذایی که پادشاه ها فقط دیدن توی سفره هست. یکی از اساتید حوزه میگه من پشتم رفتم کرمان در خونه و ماشاءالله ببینم این آدمو، بگم از کجا تو این همه ثروت آوردی که 18 شب اینجوری سفره میندازی. رفتم در خونش در زدم، دیدم یه پیرمردی اومد دم در، اما محاسن سفید ماشاءالله مثل خورشید. گفتم که آقا ماشاءالله، گفت بله. گفتم منو میشناسید؟ من فلانی ام، چون من تو صدا و سیما دیده بود شناخت و منو برد تو. رفتیم تو نشستیم، گفتم آقا ماشاءالله میشه بگی چی شده همچی سفره ای میندازی؟ پولش از کجا میاری؟ مگه چقدر ثروت داری که 18 شب اینجوری سفره میندازی؟ 1000 نفر 10000 نفر هم بیاد غذا هست. گفت آقای فلانی حقیقتش من جوون بودم، بیماری عفونی گرفتم، حسبه بدنمو چرک گرفت، عفونت گرفت، من از کرمان بردن اصفهان، شیراز، تهران فایده نکرد، آوردنم کرمان. دیگه یواش یواش بیماریم واگیردار شد، طبیب اعلام کرد هر کی بیاد مریضو ببینه ممکنه بگیره. دیگه هیچ کی نیومده یادت ما. بابام که مرده بود یه مادر پیر داشتم، همین مادر رفیق پیری مریضی ما بود. هر چی به مادرم گفتم مادر اینقدر به من نزدیک نشو، میگفت نه ایشالا من زودتر از تو بمیرم. خلاصه مادر پای ما بایستاد. یه روز دکتر 2-3 روز مونده به محرم گفتش که مادر این پسر مردنیه، 2-3 روز دیگه عمرش تموم میشه، ببرش خونه بستریش کن. آوردن مادر من، آورد خونه. 6 ماه بود فلج بودم، پا مکار افتاده بود. مادر من گذاشت گوشه حیات، رفت کنار حوض آب، یه دستمالی داشت برای گریه امام حسین. هر وقت میخواست برای حسین گریه کنه با یه دستمال اشکاشو پاک میکرد. او دستمال از جیبش در آورد، انداخت تو آب و شروع کرد دستمالو شستن. هی میگفت حسین داره محرمت میاد، حسین جان اگر آقا ماشاءالله من میخواد بمونه یا خوبش کن یا ببرش، من محرم میخوام برای تو اقامه عزا کنم، یا شفاش بده خودش بره عزاداری کنه دست و پا من گیر نکنه، یا بکشش زود این 2-3 روزه خاکش کنم محرمیه، من میخوام برم عزاداری. همینجوری که مادرم گریه میکرد منم دلم شکست، گفتم حسین اگه من خوب بشم 10 شب برای سفره میندازم. هیچی هم نداشتیم، چون هر چی داشتیم مادرم خرج بیماری من کرده بود. میگه مادرم گریه هاشو که کرد زنبیل منو برداشت آورد منو گذاشت زیر زمین، خودش رفت طبقه بالا. آقای فلانی خوابیدم اوائل شب، اواخر شب نمیدونم، بیدم که یه آقای این پله ها داره میاد پایین، به نورش کل زیر زمین روشن شد، اومد کنار من نشست، شروع کرد صورت منو نوازش کردن. حالت چطور آقا ماشاءالله؟ نبینم مریض بشی. هی گفت، هی میخواستم بگم آقا من مریضم، آخرم گفتم آقا من حسبه دارم، مرض عفونی دارم، واگیردار نگیری بغل من نشستی. فهمود نه آقا ماشاءالله مریضی تو ما رو ضرری نمیرسونه. پشم اینم، گفتم آقا من پا ندارم پوشم، 6 ماه فلجم. گفت بگو یا حسین و پشو، بگو یا حسین و پشو. گفتم یا حسین، دیدم پاهام قوت گرفت، پشت شدم فهمیدم این آقام اربابم حسینه. شروع کردم دورش چرخیدن، هی ناله می زدم آقا قربون قدمات، لطف کردین همه راه اومدی. گفت بیا ماشاءالله بشین. داستانو برای اینجا گفتم خواهرا و برادرا، تو کوچهاتون برای زهرا روزه بگیرید، ولو به یه برنج ساده، به یه شربت، به یه شیرینی. گفت بیا بشین. نشستم. گفت ماشاءالله یادت گفتی 10 شب برای من روزه میگیری؟ گفتم آره آقا. گفت بیا مادرم زهرا غریبه،
بیا به تعداد عمر مادرم زهرا 18 سال 18 شب روزه بگیر، 8 شبش مال من، 10 شبش مال تو، شریکی با هم بگیریم. گفتم باش آقا، ما که چیزی نداشتیم. باش. یه دفعه دیدم آقا نیست و داد و فریاد، همه شهر کرمان فهمیدن. دوستان میگه فردا صبح تو حیاط نشسته بودم، خدایا فردا شب محرمه، چجور سفره بندازم؟ 18 شب دیدم در میزنن، در رو وا کردم. به حضرت زهرا توی 13 سال یاد نمیارم 10,000 تومن من خودم از جیبم پول داده باشم. به خدا تو نیت کن بانیاشو میرسونم. دیدم در میزنن، در رو وا کردم، یه ماشین برنج خونه آقا ماشاءالله، بله یه بازاری برنج و فرستاده، گفته تا زنده ای برنجت ضمانته، قصه نخور. همینجوری گوشت و لبنی هر چی که ما سر سفره داریم میاد، نمیدونیم از کجا میاد. آقای فلانی صبحی که شبش روزه داشتم تو حیاط زیر آفتاب خوابیده بودم، خب بدنم 6 ماه بود تکون نخورده بودم، یه خورده کوفته بود. دیدم در حیاط وا شد، همون آقایی که پریشب اومد شفا داد از در اومد تو. گفت آقا ماشاءالله مگه امشب روزه نداری؟ پاشو خونه رو جارو کن، تمیز کن. دیدم حسین ابن علی رفت جارو رو برداشت، شروع کرد حیات رو جارو زدن. پشت شدم پسر پیغمبر، بده من جارو کنم. گفت نه، من خودم میخوام زیر پای گریه کنای مادرم رو جارو بزنم.